من ابتدا با نام تو آغاز می کنم، در بیکران مهر تو پرواز می کنم. جاریست واژه های قشنگت به هر ورق، پس هر ورق با نام تو آغاز می کنم. به اذن الله، بسم الله، سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان خوب برنامه شیرازه، به برنامه خودتون خوش اومدید. استاد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر دیدبان تیزبین و پیشگام بزرگ نهضت فکری نوین بود. شهید صدر از رهگذر توامندی بیمانندش توانست با اندیشه اسلامی نوآورانه خود با بزرگان و اندیشمندان تمدن نوین مادی به رقابت برخیزد و پویایی اندیشه اسلامی و قدرت بیمانندش را در حل مشکلات جامعه انسانی امروز و اداره زندگی نوین بر مبنای دادگری و رفاه جامعه اثبات کند. شهید صدر در پژوهش‌های قرآنی خود نظرات قابل تأملی دارد. چرا در دانش تفسیر ترجیح به استفاده از رویکرد موضوع محور است؟ شیوه های قرآن در بیان سنت های تاریخ چگونه است؟ از منظر قرآن کریم عناصر جامعه کدامند؟ چگونه دین موجب فعالسازی مسیر بشریت می شود؟ قرآن رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با هم نوع خود را چگونه راهبری می کند؟ چرا در سوره های مکی قانونگذاری و تشریع احکام وجود ندارد؟ تفسیر لفظ و تفسیر معنا چه تفاوتی با هم دارند و معنای لا اکراه فی الدین یعنی نبود اجبار در دین؟ اگر به دنبال پاسخگویی به سوالاتی که مطرح شد با تکیه بر نگاه استاد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر هستید، من کتاب پژوهش‌های قرآنی رو به شما پیشنهاد بکنم. با برنامه خودتون، برنامه شیرازه، همراه باشید. کتاب پژوهش‌های قرآنی اثری است از استاد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر با ترجمه سید جلال میرآقایی. در قرآن کریم و سنت صحیح تشویق بسیاری برای فراگیری قرآن، تدبر در معانی آن و نیز اندیشه در اهداف و مقاصد آن آمده است. به وسیله قرآن میتوان امتی را ساخت، به آن باورهای دینی آموخت، نیرو و توانش بخشید، با مکارم اخلاقی رشدش داد و بزرگترین تمدنی را که بشریت تا به امروز شناخته است برایش بنا نهاد. کتاب پژوهش‌های قرآنی در همین راستا و برای فهم و تدبر هرچه بهتر در مفاهیم قرآن، مجموعه ای از دروس و مقالات استاد شهید سید محمد باقر صدر است که با در برداشتن نظریه نو و اثرگذار در عرصه تفسیر موضوعی در زمره یکی از مهمترین آثار وی قرار دارد. این کتاب حاصل بخشی از این تلاش هاست که در سه فصل گرد آمده است. فصل تفسیر موضوعی قرآن کریم که شامل درس‌های تفسیری شهید صدر در آخرین سال‌های زندگی کوتاه اما پربار است. او در این درس‌ها پس از نقد روش‌های گوناگون تفسیری با تبیین نظریه استنتاق به عنوان روش برگزیده در تفسیر موضوعی که به تولید نظریه در عرصه علوم انسانی می انجامد، به بررسی مصداقی دو موضوع سنت‌های تاریخ، انواع و ویژگی‌های آن و عناصر و روابط جامعه در پرتو قرآن کریم می‌پردازد. فصل دوم شامل درس‌های علوم قرآن است که آن شهید بزرگوار برای تدریس در دانشکده اصول الدین بغداد نگاشته است. و فصل سوم مقالات قرآنی آیت الله صدر در مجله الازواء است که در آنها با رویکردی کاربردی به سه موضوع عمل صالح در قرآن، آزادی در قرآن و بهانه هایی که مبلغان با آن روبرو می شوند پرداخته است. کتاب پژوهش‌های قرآنی به قلم و نظر استاد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر با ترجمه سید جلال میرآقایی در 395 صفحه به همت انتشارات دارالصدر، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، چاپ و روانی بازار نشر شده است.
قرآن معجزه‌ای بزرگ. دانستیم که معجزه عبارت است از ایجاد نوعی تغییر در هستی که قوانین طبیعی را به چالش بکشد. حال می توانیم این تعریف از معجزه را بر قرآن کریم که تغییری بزرگ و انقلابی عظیم را در زندگی انسان رقم زد تطبیق دهیم. انقلابی که با قوانین طبیعی مأنوس و تجربه شده جامعه بشری هیچ گونه تناسبی ندارد. اگر اوضاع جهانی و عربی و به ویژه وضعیت منطقه حجاز و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت و عوامل و اسبابی را که در محیط زندگی او وجود داشت بررسی کنیم و این شرایط را با رسالت بزرگی که قرآن کریم آورد و در برابر همه آن اسباب و عوامل ایستاد و نیز دگرگونی کامل و فراگیری که این کتاب سبب شد و امتی با عناصر و شایستگی های عظیم را پیریزی کرد مقایسه نماییم، در میابیم که قرآن معجزه‌ای بزرگ و بی‌نظیر است. زیرا این کتاب محصول طبیعی آن محیط پست با آن اسباب و عوامل نیست. پس وجود قرآن چالشی در برابر قوانین طبیعی و در سطحی بالاتر از آن است و هدایت و عمق اثرگذاری آن به گونه است که آن اسباب و عوامل از عهده تفسیرش بر نمی آیند. برای روشن شدن هرچه بیشتر این مطلب باید تصویری از محیطی که قرآن مجید در آن رسالت بزرگ خیش را به انجام رساند ارائه کرده بین آن و بین جامعه جدیدی که به وجود آورد و امتی که آفرید مقایسه‌ای برقرار کنیم. خدایا همه چیز تویی و غیر تو همه هیچ. دوستان عزیز، کتاب را نخوانیم که بخوابیم، کتاب را بخوانیم تا بیدار شویم.